اون آقا به این نتیجه رسیده که یکی از راه‌های مدیریت پسمانده شهرش بازیافته. برای همین میخواد که با این صنعت نوظهور که تو کشور ما هم داره روز به روز بیشتر جدی گرفته میشه آشناتر بشه. شاید از طریق بازیافت که یکی از پرمنفعت‌ترین صنایع هم هست بشه امسال آقا فرخ رو مجاب کرد که اینقدر نسبت به پسماند و زباله‌هاش بی‌ملاحظه نباشن. بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همون کالا یا کالای قابل استفاده دیگه است. بازیافت زباله ها سه فایده مهم برای محیط زیست داره. اول اینکه ما به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه‌جویی می‌کنیم. دومین فایدهش صرفه‌جویی در مصرف انرژیه. مثلا برای تولید آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده 90% انرژی کمتر از تولید از سنگ معدن نیاز داریم. و سومین فایده بازیافت هم نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله است. اما چه موادی قابل بازیافتن و این کار چجوری صورت میگیره؟ در گام اول برای بازیافت زباله ها باید مواد قابل تجزیه مثل پسمانده های آشپزخونه و مواد غذایی رو از سایر زباله ها جدا کنیم. یعنی اصل تفکیک که خیلی هم مهمه و سعی کنیم فقط این مواد رو در کیسه زباله بریزیم و به رفتگر تحویل بدیم. با این کار این مواد به نوعی کود به نام کمپوست تبدیل میشن که برای اصلاح خاک و جبران مواد غذایی از دست رفته از اون استفاده میشه. در مرحله بعد باید مواد قابل بازیافت رو از زباله ها جدا کنیم. شیشه، کاغذ، پلاستیک و انواع فلزات از بهترین مواد قابل بازیافتن. اما یکی از مهمترین فواید بازیافت مواد جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملیه. برای مثال جالبه که بدونید انرژی صرفه‌جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی یک تلویزیون رو برای 3 ساعت روشن نگه می‌داره. بذارید یه مثال دیگه هم بزنم. مثلا شیشه. شیشه از نظر بازیافت بی‌نظیره. بارها میشه اون رو به کار برد و بازیافت کرد. شیشه های شکسته یا ضایعاتی رو میشه با ماسه، سنگ آهک و کربنات سدیم مخلوط کرد و شیشه که نو به دست آورد. گل آقا با مطالعه و تحقیق راجع به بازیافت به چند دلیل عمده برای بازیافت رسیده و اون اینکه چرا شما باید کالاهای بازیافتی خریداری کنید. بازیافت باعث نجات درختان میشه. چرا که نیمی از درختان زمین از بین رفتن. با بازیافت نیاز به استخراج از منابع طبیعی و بهره برداری از طبیعت به حداقل خودش میرسه و این کار باعث حفظ محل سکونت حیوانات وحشی و گیاهان زنده میشه. استفاده از مواد بازیافتی انرژی مورد استفاده در فرایند تولید و تشعشع امواج گازهای گلخانه‌ای و سایر آلوده کننده های هوا رو کاهش میده و از گرم شدن کره زمین جلوگیری میکنه. بازیافت باعث کاهش آلودگی آب هم میشه. از محل دفن زباله آلودگی های سمی ایجاد میشن، مثل سیانید، دیوکسید اسید هیدروکلوریک، مرکوری، متان، اسید سولفوریک و سرب که به سمت هوا متصاعد میشن و همینطور به طرف آبهای زیرزمینی کشونده میشن. اما عمل بازیافت این مشکلات رو کاهش میده. و در آخر بازیافت میتونه ایجاد کار و پیشرفت اقتصادی رو تضمین کنه. خب اینم از لیست گل‌آقا جهت فواید بازیافت. به نظر میرسه گل‌آقا به هدف‌های بزرگتری در رابطه با مدیریت پسماند فکر میکنه. چرا که نه؟ هر کدوم از ما میتونه با یکی از این فواید که مرور کردیم کلی به کشور و سرمایه‌های طبیعیش خدمت کنه. گل‌آقا هم داره کم کم برای خودش به یک کارشناس کنترل پسماند تبدیل میشه. ولی به شرط اینکه بتونه بالاخره جلوی کارهای همسایه‌اش آقا فرخ هم بگیره.